حضرت زهرا سلام الله علیها در نزد مسلمانان برترین و والا مقامترین بانوی جهان در تمام قرون و اعصار می باشد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید فاطمه سرور زنان جهانیان است. اگرچه بنابر نص آیه شریفه قرآن حضرت مریم برگزیده زنان جهانیان معرفی گردیده و در نزد مسلمانان دارای مقامی بلند و عفت و پاکدامنی مثال زدنی می باشد و از زنان برتر جهان معرفی گشته است، اما او برگزیده زنان عصر خیش بوده است. ولی علو و مقام حضرت زهرا سلام الله علیها تنها محدود به عصر حیات آن بزرگوار نمی باشد و در تمامی اعصار جریان دارد. حضرت زهرا سلام الله علیها در سال پنجم پس از بعثت و در روز بیستم جمادی الثانی در مکه به دنیا آمد. اکثر مفسران شیعی و عده‌ای از مفسران بزرگ اهل تسنن نظیر فخر رازی آیه آغازین سوره کوثر را به حضرت زهرا سلام الله علیها تطبیق نمودند و حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها را خیر کثیر و باعث بقا و گسترش نسل و ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر نمودند. سال روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها مصادف است با بعث جمادی الثانی و همچنان بزرگداشت از مقام زن و روز زن تجلیل میکنند. چون ویژگی و مقام ایشان به عنوان همسر و به عنوان یک مادر نمونه هستند، این روز به نام مادر هم یاد میکنند نامگذاری کرده. چون حضرت زهرا که است به عنوان یک عضوه کامل در هر جهات برای همه زنها میتونه باشه. نام مبارک او فاطمه علیها السلام است و برای ایشان القاب و صفات متعددی همچون زهرا، صدیقه، طاهره، مبارکه، بتول، راضیه، مرضیه نیز ذکر شده است. القاب و اسامی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها نامیدن یا گذاشتن در رابطه با ابعادهای شخصیتی حضرت زهرا هست که هر کدام اینها نشان دهنده خصوصیات و صفات و ویژگی های حضرت زهرا را بیان میکنه و القاب های زیادی برایشان ذکر کرده که از جمله مثلا یا نام های زیادی را برایشان ذکر کرده که هر کدام اینها میتونن بگیم که طاهره گذاشتن، یعنی پاک و از همه نقایص و همچنان میتونه متحره و اینا زیادن القابایشان. حضرت زهرا سلام الله علیها 8 سال در مکه پا به پای پدر در اعتلا و پیشرفت اسلام کوشید و در آزار کفار و مشرکان و منافقان یار و مددکار پدر بود. حضرت زهرا سلام الله علیها در دره و شعب ابو طالب 3 سال در کنار پدر تحمل کرد و زمانی که مشرکان پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را آزار و اذیت و زخمی و یا جسارتی می کردند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دلداری می داد و زخمهایش را مداوا می کرد. این گونه بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زهرا سلام الله علیها را ام ابیها، یعنی مادر پدرش نامید. در رابطه با رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها با والدین به خصوص پدر گرامیشان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین مقدار کافی هست که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه زهرا سلام الله علیها را ام ابیها نامیدند. این یعنی کمال محبت و کمال احترام متقابل که بین فرزندش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند. میگه که وقت آیه نازل میشود که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به اسم خودش صدا نزنید، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همیشه پدر را میگفته یا رسول الله، به اسم خودش صدا نمی زده. یک کمال احترام را به والدین به خصوص پدر گرامیشان می رساند که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همیشه همدرد و همراز پدر بوده در سختی ها و دشواری ها. داره که در اون دره که مسلمانان در واقع در تبعید بودند
در شعب ابو طالب 30 سال مدت 3 سال اونجا مسلمانان در محاصره بودند و در سختی ها قرار داشت. در این مدت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت پدر بوده و نهایت احترام و حرمت پدر را در اون دشواری ها و سختی ها حفظ می کرده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یکی از بخشای زندگی مهمی حضرت فاطمه زهرا ای بود که احترام به پدر و مادر و والدینش بود. حضرت فاطمه زهرا همیشه دوش به دوش پدر خود کار کرده و هیچ وقت پدر خود تنها نمیذاشتن. و حتی زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه بود، حضرت فاطمه زهرا مدت 8 سال با پدرشان کمک میکردن و در تمام مراحل که پیامبر زمانی که موجب پیامبر کفار منافقین مسخره میکردن و پیامبر زخمی میکردن و زمانی که پیامبر غمگین میشد میامد پیش فاطمه زهرا. فاطمه زهرا با حرفهایشان و پدر خود دلداری میداد. به اون خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ایشان لقب ام ابی ها را دادن که یعنی مادر پدرش، که برای از اینا این لقب دادن. و همیشه حضرت فاطمه زهرا با وجود که اینقدر به پدر خود احترام داشت و این احترام باعث نمیشد که بعضی از احترامات ویژه به پیامبر نداشته باشد، که زمانی که یک آیه به پیامبر نازل شده بود که دو آیه گفته بود که هیچ وقت پیامبر به نامش صدا نکنید، که در این زمان حضرت فاطمه زهرا گفت من فکر کردم که باید نباید پدر خدا به نامش مثلا پدر بگویم، به اون خاطر برش گفتم یا رسول الله، زمانی که حرف زدم پدرم از این رو گردان اصلا با هم حرف نزد، که دوباره صدا کردم یا رسول الله. بعد پدرم گفت این آیه درباره کسانی آمده که تکبر می‌ورزیدن، نه برای شما و خاندان شما. از جمله نکات مهم زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها ازدواج آن حضرت بود. حضرت زهرا سلام الله علیها خواستگارانی بسیار در میان صحابه داشت که از نظر مالی در رتبه های بالایی قرار داشتند، اما رسول خدا همچنان مسئله را به نظر خداوند موکول می نمود تا سرانجام جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و گفت ای محمد، خدا بر تو سلام می رساند و می فرماید فاطمه را به عقد علی درآور. خداوند علی را برای فاطمه و فاطمه را برای علی پسندیده است. ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام علی علیه السلام یکی از زوجی هست که واقعا ما بیشتر نیاز داریم در جامعه ما که بیاییم ازشان الگو بگیریم، یعنی سرمشقی هست برای همه جوانان، چون برای فعلا میبینیم جامعه ما مثلا در بخش ازدواج مشکلات بسیار بسیاری دارن که ما راحت میتونیم اگر واقعا بتونیم اونا رو سرمشق قرار بدیم خیلی راحت میتونیم زندگی ما رو به طور اعلی و آسان بگذرونیم. مثلا همین خرجایی که میشه از طرف مثلا دو طرف خانواده. ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با حضرت علی علیه السلام یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلام هست، به خاطری که ثمره این ازدواج و این پیوند مقدس 11 نور مقدس و 11 خلیفت الله در روی زمین از ثمره این ازدواج و پیوند مقدس به وجود آمد که هادی و رهنمای بشر هست. حضرت زهرا سلام الله علیها را میگه خیلی از سرمایه‌داران و خیلی از بزرگان عرب نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای خواستگاری آمدند تا حضرت زهرا را خواستگاری کنند، اما پیامبر بزرگ اسلام به همه آنها جواب رد دادند و فرمودند که ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها به دست ما نیست، این پیوند و این ازدواج را خود خدای متعال تعیین می کند. و لذا در آخر حضرت علی علیه السلام که می آید به خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها و پیامبر اسلام این پیوند را قبول میکنه و این درخواست حضرت علی را قبول میکنه و خطبه و یا عقد ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام را خود پیامبر جاری میکنه و میخوانه. حضرت علی علیه السلام زمان که به خواستگاری حضرت فاطمه زهرا آمدن، بعد پیامبر از اینا پرسان کردن که شما به خاطر که خواستگار آمدید چی دارین؟ حضرت علی علیه السلام فرمودن من فقط یک شمشیر، یک زره و یک اشتر دارم.
که در این صورت پیامبر گفت شمشیر نمیتونی بفروش چون در جهاد باید امرای او جهاد بکنی و توسط شطور هم زندگی روزمره خود بگردن و یک زیره و مو زیره خود بفروش و ولیمه عروسی را تهیه بکن که حضرت علی علیه السلام زیره خود بنابر روایت 400 درهم و بنابر روایت 500 درهم فروختن و پولی را آوردن و پیامبر دادن و توسط از یک محفل یا یک عروسی خیلی کوچک گرفتن. همسرداری حضرت زهرا سلام الله علیها نیز بهترین الگو برای زنان مسلمان است. شیوه رفتار با همسر برای یک زن آنقدر مهم است که حضرت علی علیه السلام می فرماید جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. حضرت زهرا سلام الله علیها با آن همه فضیلت همسر نیکو و مطیع برای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام بود. روایت است هنگامی که علی علیه السلام به فاطمه سلام الله علیها می نگریست غم و اندوهش برطرف می شد. وقتی ما در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها نگاهی میکنیم، نظری میکنیم، میبینیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها تمامی ابعاد را به نحو احسن مراعات میکرده. یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست در روش همسرداری و همسرداری توجه زن به نیازهای همسر هست. یک زن باید در خانواده به نیازهای همسرش، به چیزهایی که یک مرد نیاز دارد باید توجه داشته باشد. یکی از چیزهایی که مرد در خانواده احتیاج دارد، نیاز دارد، محبت زن نسبت به مرد هست. وقتی ما در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها نظر میکنیم، میبینیم به نحو احسن فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به امیرالمؤمنین مهرورزی میکند. شما میدانید در هر زمانی، هر زندگی که باشد، مشکلات خاص خودش را دارد، خصوصا در جامعه امروزی ما که یکی از مشکلات عظیمی که جامعه دارد فقر هست. فاطمه زهرا سلام الله علیها به نحو کامل سازگار با مشکلات بود. روز امیرالمؤمنین وارد خانه شدند، فرمودند فاطمه جان آیا چیزی برای خوردن داریم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها جواب منفی داد و فرمود علی جان دو روز است در خانه چیزی برای خوردن نیست. امیرالمؤمنین فرمود فاطمه جان چرا وقت‌تر منو با خبر نکردی تا اینکه برای خوردن چیزی مهیا بکنم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها در جواب می‌فرمایند علی جان از خدا خجالت می‌کشم از شما چیزی بخواهم و مهیا کردن و تهیه کردن او برای شما دشوار باشد. وقتی ما نظر می‌کنیم به این جریان ها میبینیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها تمام مشکلاتی که در زندگی بود، تمام روش های همسرداری را به طور کامل مراعات میکرد. یکی از چیزهایی که برای مرد خیلی مشکل هست، خیلی یکی از زمانهایی که برای مرد خیلی سخت میگذرد، زمانی است که زن، اولاد، فرزند چیزی از مرد بخواهند و او نتواند اون چیز را مهیا بکند. پس یک زن مسلمان باید نظر بکند به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، به حضرت زهرا نگاه بکند و از آن حضرت بیاموزد تا اینکه چیزی از مرد بخواهد که مرد میتواند اون چیز را مهیا بکند. حضرت زهرا سلام الله علیها در آموختن مسائل دینی به دیگران از اشتیاق زاید الوصفی بهرمند بود و همواره مسائل دینی را به زنان می آموخت. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر علاوه مثلا همسرداری، شوهرداری، تربیه اولاد، کارهای خانه، حضرت هم مثلا کلاس درسی داشتند. خانم ها و دخترانی که در مدینه بودن می آمدن مسائل شرعی و احکام خودشان را از حضرت سوال می کردن. حتی خانم هایی بودن که ذهنشان کند بودن و چندین بار می آمدن یک سوال را تکرارن مثلا از حضرت می پرسن و حضرت جوابش را می دادن تا اینکه در وسط را برسه یادش می رفت دوباره می آمد. ولی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با صبر و حوصله همه احکام اونها را برشان توضیح می دادن. ما مثلا همیشه از حضرت زهرا سلام الله علیها یک چهره عبادی دیدیم، در حالی که حضرت یک چهره اجتماعی و همچنان یک آموزگار خوبی برای زنان اون زمان بوده. داستانهای مختلف نقل شده، از جمله داستان مشهوری که خانم دم دروازه حضرت می آیند و یک سوال چندین بار تکرار میکنه و حضرت با کمال آرامش و بدون ای که خستگی در رخ نشان بدن برشان
این سوالهایشان پاسخ میگن. ساده زیستی و پرهیز از تجمل از نکات بارز زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است. مهریه کم، جهیزه مختصر، اکتفا به غذای اندک و معاش کم، استفاده از حداقل امکانات برای زندگی، از خصوصیات آشکار سیده زنان عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در اینجا هم وقتی ما نظر بکنیم در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، یک مطالعه گذرای اگر در زندگی آن حضرت بکنیم، یک مقدار شناختی اگر از آن حضرت داشته باشیم، خود میدانیم که حضرت علاقه به ساده زیستی و از تجملات دوری میکردند. در اینجا هم میپردازیم به دو تا نمونه. نمونه اول انتخاب آن حضرت هست. شما می دانید خواستگارهای بی بی برای ازدواج آن حضرت زیاد هستند. یکی از اینها امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که از مال دنیا یک شمشیر و یک زره و یک شتر دارد، و دیگری عبدالرحمن ابن عوف هست، کسی که ثروتمندترین مرد عرب هست. او تمام دارایی داشت، تمام مال دنیا داشت. به پیغمبر گفت یا رسول الله، زهرا رو به عقد من درآور، من 100 شتر که تمام اونها پارچه های مصری بار باشد و 10,000 دینار جهیزی مهریه زهرا قرار میدهم. وقتی پیامبر به زهرا این رو مطرح کرد، زهرا سلام الله علیها، امیر المؤمنینی که از مال دنیا چیزی ندارد اما مملوء از ایمان هست، امیر المؤمنین رو انتخاب کرد و از اون تجملات دوری نمود. نمونه دومی که مطرح میکنیم این است، وقتی که ما در زندگی اون حضرت نظر بکنیم، در کار خانه اون حضرت نظر بکنیم، مانند یک زن معمولی خود اون حضرت کارهای خانه را انجام میدادند. پیامبر اسلام فرمود فاطمه سیدت نساء العالمین، زهرا سلام الله علیها سیده زنان عالم هست. وقتی در مورد این حدیث از امام صادق سوال کردند آقا جان منظور از حرف پیغمبر چیست، حضرت میفرماید فاطمه سیده زنان عالم هست از اول خلقت تا آخر خلقت، زهرایی که سیده زنان عالم هست، زهرایی که از تمام زنها برتری دارد. اما وقتی در خانه خود کنیز میگیرد، خادمه انتخاب میکند، کارهای خانه را با او تقسیم میکند و خودش را با از فزه جدا نمیداند، خودش را از فزه برتر نمیداند. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود در دنیا کسی عابدتر از مادرم فاطمه الزهرا سلام الله علیها نبود، آنقدر به عبادت می ایستاد تا پاهایش ورم می کرد. ابو عمره از پدرش نقل می کند که گفت از امام صادق علیه السلام پرسیدم چرا فاطمه سلام الله علیها زهرا نامیده شد؟ فرمود برای آنکه وقتی فاطمه الزهرا سلام الله علیها در محراب عبادت می ایستاد، نورش برای اهل آسمان می درخشید، همانطوری که نور ستارگان برای اهل زمین می درخشد. روایت داریم از امام حسن علیه السلام که می فرمایند عابدترین کسی که به عبادت می پرداخت همین مادرم بود، که حتی از یعنی از بس عبادت می کردن شب و روز رکوع و سجود می کردن پاهایشان ورم می کرد. پس اینجا نقش ایران نشان می ده که واقعا مرتبه حضرت فاطمه زهرا در بخش عبادت خیلی بالا بوده. عبادت حضرت زهرا سلام الله علیها همونطوره که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه یکی از محدثین بزرگ شیعه هست، یک روایتی را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که حضرت زهرا سلام الله علیها را حوراء الانسیه معرفی میکند، یعنی حوریه بهشتی هست که در روی زمین زیست میکنه و عبادت خدا را آنچنان انجام میداد که نور حضرت به آسمانها تجلی میکرد. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هم نقل می کند، میگه که یک شب تا صبح دیدم مادرم عبادت می کرد و شنیدم که مادرم به مؤمنین و مؤمنات دعا می کرد، به بقیه دعا می کرد، به همسایه ها دعا می کرد. صبح که شد پرسیدم مادرم شما از شب تا صبح دعا کردید، به بقیه برای خودت دعا نکردی، برای خانواده؟
حضرت زهرا سلام الله علیها در جواب فرزندش فرمود: فرزندم الجار ثم الدار، اول همسایه ها و همجوارها مؤمنین و مؤمنات، بعد میاییم به خانه. این نمونه از عبادت حضرت زهرا سلام الله علیها است که برای ما یک الگو هست که ما از همه بیشتر برای بقیه دعا بکنیم و به یاد بقیه باشیم. حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی یک بانوی اسلامی است. حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها حتی خود را بر نامحرم نابینا می پوشاند. علی علیه السلام می فرماید: نزد پیامبر بودیم و او در منبر بود. پرسید: به من خبر دهید و بگویید چه چیز برای زن از همه چیز بهتر است. هر کس سخنی گفت و به نتیجه ای منجر نشد. مردم درمانده و متفرق شدند. من به نزد فاطمه آمدم و سؤال پیامبر را تکرار کردم. فاطمه فرمود: بهترین چیز برای زن این است که او مردی را نبیند و مردی هم او را نبیند. در این عرصه ما جز یک الگو داریم که اون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الگو هست و من بنده حقیر ناقص هستم، نمیتوانم او شخصی که اینقدر کامل هست از او بیایم تعریف کنم و همینقدر که در مورد زندگی آن حضرت بفهمیم، در زندگی خود ما پیاده کنیم و آن حضرت را الگو قرار بدیم، انشاءالله که همیشه در مسیر زندگی ما موفق میشیم و بانوی و همسر موفق میشیم. باید عرض کنیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها تنها برای زنان الگو و اسوه نیست، بلکه فاطمه زهرا سلام الله علیها برای تمام انسانها الگو و اسوه هست. 18 سال فاطمه زهرا سلام الله علیها در این دنیا زندگی کرد و زندگی کردن را برای تمام انسانها، چه زن چه مرد، آموخت. چیزهایی که ما میتوانیم از فاطمه زهرا درس بگیریم، خصوصا یک زن مسلمان میتواند از فاطمه زهرا سلام الله علیها درس بگیرد، مسئله حجاب هست. فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید وقتی از حضرت سوال کردند زهرا جان بهترین چیز برای یک زن چیست، حضرت میفرماید بهترین چیز برای یک زن این است که او مرد نامحرم رو نبیند و هیچ مرد نامحرمی هم او را نبیند. وقتی ما در زندگی خود آن حضرت نگاه میکنیم، میبینیم که خود حضرت هم همین گونه بوده. روز مرد نابینایی برای ملاقات آن حضرت در خانه آن حضرت آمد و میخواست حضرت رو ملاقات بکند. فاطمه زهرا در تمام لحظاتی که آن مرد در خانه حضور داشت حجاب کامل رو رعایت کرد. پیامبر فرمود: زهرا جان، این مرد که نابیناست تو را نمیبیند. در جواب فاطمه زهرا می فرماید: بابا جان، او نمی بیند، من او را می بینم. وقتی ما به این جریان ها نگاه می کنیم، یک زن مسلمان، یک کسی که ادعا می کند پیرو حضرت زهراست، یک کسی که ادعا می کند من مسلمان هستم، در مسئله حجاب باید از حضرت زهرا سلام الله علیها درس بگیرد. امروزه در جوامع اسلامی و بخصوص در بین جوانان، اعم از دختران و پسران، وجود الگوی رفتاری که با تبعیت از آن بتوانند بر مشکلات متعدد زندگی فائق آیند یک امر ضروری است و حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها می تواند بهترین و کاملترین الگو برای زنان و دختران جوامع اسلامی باشد که بدون شک تبعیت از آن بانوی بزرگوار می تواند مشکلات عدیده چون ناهنجاری های اجتماعی و خانوادگی چون طلاق، خشونت علیه زنان و ده ها معضلات دیگر را به سادگی رفع نموده، فضای خانه و خانواده ها را امن و مطمئن سازد و این خود منجر به داشتن جامعه عالی و پویا خواهد شد.